سلام میلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم راجع به اسپن سامسونگ صحبت کنیم، قلم جادویی سامسونگ. هر چی قلم تا الان دیدید و از ذهنتون بذارید کنار، بخاطر اینکه قلم‌های سامسونگ کاملا متفاوتن و ویژگی‌های خیلی زیادی دارن که تو این ویدیو فقط چند تاشون رو میخوایم تا آخر بررسی کنیم. از بسم الله قرارگیری قلم و همراه بودنش با گوشی متفاوته تا آخر داستان. اینکه شما قلمتون داخل خود گوشیه و نیاز نیستش که حتما یه چیز اضافه همراهت بشه و اینکه شارژ شدن نیاز نداره، به خاطر اینکه وقتی داخل گوشی هست این کار اتوماتیک داره انجام میشه و هیچ وقت لنگ شارژ قلمت نمیمونه. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، همین الان یه استاپ کنید، کانال هیلاتو رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک کنید. کلی ویدیو جذاب باحال دیگه هم اونجا میتونید ببینید. بریم سراغ این قلم باحال و جذاب. بعد بهتون بگم که دو نوع استفاده میتونید از قلم بکنید. یکیش اینه که فاصله داشته باشه با صفحه و از دور خود سامسونگ اسمشو میذاره ایر اکشن. در اصل بتونید از ایر اکشن ها استفاده کنید. مثالش میشه توی دوربین با یه فاصله که روی این جای قلم نگه دارید، راهنما ایر اکشن باز میشه. مثلا بهتون میگه که چجوری میتونید دوربین جلو عقب رو عوض کنید، چجوری میتونید زوم کنید، چجوری میتونید عکس بگیرید و خیلی کارهای دیگه که نیازی به تماس با صفحه نداره. این یه سری از قابلیت‌های قلمه که تو اپلیکیشن‌های مختلف علاوه بر اینکه میتونید شخصی سازی کنید، خودش هم راهنماییتون میکنه که چطوری میتونید ازش استفاده کنید. اما دسته دوم، در واقع دسته ای که قلمو به عنوان یک قلم خودکار مداد دارید استفاده میکنید، یعنی روی صفحه نمایش گوشی میکشیدش و تماس داره که اونم باز یه دنیایی داره. اولین قابلیتی که واسه من جذاب بود و میخوام بهتون بگم، AR دودل. دوربین رو باز میکنید، شروع میکنید از اون محیطی که دوست دارید فیلم برداری کردن و با واقعیت افزوده با قلم شروع میکنید چیزایی رو به این واقعیتی که دارید میبینید، به اون صحنه‌ای که دارید میبینید اضافه میکنید و به این واسطه میتونید کلی چیز بامزه خلق کنید، کلی چیزی که گیفش کنید، ویدیو کوچیکش بکنید و به اشتراک بذارید، شاید تو شبکه‌های اجتماعی کلی هم ترند بشه و وایرال بشه. دومین قابلیت که شاید خیلی کاربردی باشه و جاهای مختلفی به کمکتون بیاد، اسمارت سلکتر. در واقع شما به کمک این انتخاب هوشمندانه میتونید هر جایی کاری که دوست دارید انجام بدید. مثلا یه متن دارید میخونید و یه قسمتش آدرسه، به محض اینکه آدرس رو انتخاب میکنید اتوماتیک میاد برای باز شدن داخل مپ. یا یه متن دیگه رو دارید میخونید و یه شماره داخلش که شماره تلفنه، شماره رو که سلکت میکنید فونتون باز میشه برای تماس گرفتن یا مسج دادن به طرف. اگر یه فیلمی دارید میبینید یا یه عکسی رو دارید نگاه میکنید، میتونید یه قسمت از اون عکس یا یه قسمت از اون فیلمو، در واقع یه قسمت از اسکرین رو ضبط کنید یا عکس بگیرید ازش و این کارا به کمک اسمارت سلکت میشه انجام داد. یه قابلیت باحال دیگه اینه که توی یه عکس که نوشته هست، که اون نوشته در واقع به صورت تکست نیست و فقط قسمتی از عکسه، باز تو اسمارت سلکت میشه اون نوشته رو به عنوان نوشته بفهمه، تشخیص بده و کپیش کنید و جای دیگه استفاده کنید. این قابلیت‌هایی که واقعا از یه قلم خوب آدم انتظار داره و به واسطه این خیلی کارهای دیگه تو اپلیکیشن‌های مختلف میشه انجام داد، خیلی جاها کارت راحت‌تر میشه و به نظرم تغییر میکنه استفاده از گوشی. قابلیت دیگه که از اولین نسخه توی قلم‌های سامسونگ بود، تبدیل دست خط به خط بود. یعنی دست خط شما هر چقدر بد باشه و هر چقدر ناخوانا باشه، خودش تشخیص میده، اتوماتیک تبدیلش میکنه به خط نوشتاری که راحت میتونید برای تایپ کردن حتی ازش استفاده کنید. جالبش اینه که انگلیسی و فارسی رو خیلی راحت تشخیص میده و نیاز نیست که زبان شما انتخاب بکنید، خودش هوشمند تشخیص میده شما فارسی دارید بنویسید، تبدیل میکنه به متن فارسی، و اگه انگلیسی بنویسید تبدیل میکنه به متن انگلیسی. علاوه بر اینکه توی نوت میتونید اینو به عنوان ویژگی استفاده کنید که همینطوری نوت برداری کنید، همه جای دیگه گوشی هم میتونید استفاده کنید. حتی تو سرچ ساده گوگل هم میتونید گزینه پایین رو بزنید و هند رایتینگ رو باز کنید و با نوشته خودتون در واقع سرچ بکنید به جای تایپ کردن روی حروفی که توی کیبورد وجود داره. یه متن خیلی ریز اینجا باز کردم و یه قسمتیشو متاسفانه نمیتونم بخونم، چشمام کمی ضعیفه. یه قابلیتی داره به اسم ذره‌بین، نوک قلم میشه ذره‌بین و من عین ذره‌بین واقعی الان که میگیرم روش متن درشت میشه و من میتونم کاملا بخونم، میتونم انتخاب کنم که درشت نمایی یا بزرگ نمایی در واقع چقدر باشه. خیلی وقتا توی وب که دارید میگردید ممکنه چیزی ببینید که بخواید راجعش اطلاعات بیشتری داشته باشید، یه عکسی رو داشته باشید که بخواید یه سری اطلاعات راجعش در بیارید، همون کاری که در واقع گوگل لنز انجام میده و به کمک یه عکس شما میتونید اطلاعات داده کسب کنید.
با بیکسبی ویژن به کمک قلم میتونید این کارو بکنید. هر جای گوشیتون توی هر صفحه‌ای که هستید قلمو نگه می‌دارید، بعد از انتخاب بیکسبی ویژن روی اون منطقه‌ای که می‌خواید، یعنی اون کلمه یا اون قسمت عکسی که می‌خواید، خودش این پایین آپشن رو بهتون میگه که تکست یا عکس، و بعدش شروع می‌کنه به سرچ کردن و دادن اطلاعات در رابطه با اون عکس یا اون نوشته به شما. خیلی از قابلیت‌هایی که داریم می‌گیم به واسطه وجود این قلم نیست، بلکه سامسونگ اومده یه سری اپلیکیشن و یه سری پلتفرم رو توسعه داده جوری که با این قلم بتونی کارهای بهتری داشته باشی. یکی از این اپلیکیشن‌ها اپلیکیشن مخصوص طراحی سامسونگ که خیلی حرفه‌ایه. اپلیکیشن پناپ واقعاً یه اپلیکیشن دقیق و جزئیه واسه حتی طراحی‌های حرفه‌ای. توش میتونی یه عکس رو انتخاب بکنی، انواع سری‌های مختلف با ضخامت‌های مختلف، ادیت‌های مختلف و هر کاری که یه طراح میتونه انجام بده رو شما داخل اپلیکیشن به کمک این قلم انجام میدید. این قلمه جای مداد میشه، جای خودکار میشه، جای مداد شمعی، مداد سیاه، نمیدونم پاستیل، آب رنگ و هر چیزی که فکر کنید نقاش نیاز داره و اینطوری میتونی یه اثر هنری خلق کنی. یکی دیگه از بهینه‌سازی‌ها که انجام شده تا با قلم کارتو بهتر بتونی انجام بدی اسکرین رایته. اسکرین رایت انتخاب می‌کنی، یه اسکرین شات می‌گیری و روی اون اسکرین شات خیلی سریع و دقیق می‌تونی یه سری اطلاعات اضافه بکنی. مثلا یه قسمتشو مشخص کنی، فلشی بزنی، دایره‌ای بکشی یا یه نوت کوچیک یا یه نکته یادآوری کوچیک واسه خودت بنویسی یا برای کسی که داری اونو می‌فرستی. به نظرم این یکی مخصوص کسایی که میخوان خیلی با ذوق یه چیزی رو به کسی آموزش بدن. میریم تو لایو مسیج، اینجا اول بک‌گراند انتخاب میکنیم از تو گالریمون، از توی کالکشنمون یا یه رنگ رو انتخاب میکنیم، بعد استارت دراینگ رو میزنیم و شروع میکنیم به نوشتن. مثلا یه متنی، یه سوالی، یه چیزی که دوست داری به کسی توضیح بدی و بعدش این دان رو میزنید. یه ویدیو داری از مراحل نوشتنت و نوع نوشتنت، منتها این ویدیو با یه سری افکت های باحال و جذاب هم فانتر میشه، هم فانتزی تر میشه، هم جذابیتش میره بالا. اما یه سری قابلیت مرسوم داره که شاید عادی به نظر برسه ولی واقعا مهمه. مثلا بهینه کردن، ترجمه کردن. به جای اینکه کلی مراحل سختو بری، قلمو نگه میداری، همونجا متن ترجمه میکنه و بهت میگه. تو اپلیکیشن تقویم هم میتونی روزایی که کار داری رو روی همون روز برای خودت یادداشت بذاری. مثلا 16ام فلان کارو باید انجام بدم. و تو اپلیکیشن نوت میتونی علاوه بر یادداشت برداری، علاوه بر اینکه با خط خودت بنویسی، علاوه بر اینکه روی عکس و متونی که داری یادداشت‌های اضافه بکنی، قابلیت‌های دیگه‌ای هم داری که همه اینا با این قلم خیلی ساده‌تر میشه و در واقع سامسونگ اومده این اپلیکیشن‌ها رو بهینه کرده که تو بتونی از این قلم بهتر استفاده کنی. شاید خیلی از برندهای دیگه هم اومده باشن این قابلیت‌ها رو روی قلم یا روی دستگاه خودشون قرار داده باشن، البته شاید بیشتر تبلتن، اما سامسونگ اومده این پکیج رو خیلی ساده و دم دستی کرده و روی گوشی‌های خودش هم قرار داده و اینطوری خیلی خوشگل‌تر میتونی از گوشیت استفاده کنی. حتما روی تبلت‌هاش و پنای مخصوص تبلتش هم این قابلیت‌ها وجود داره، اما توی دنیای گوشی‌ها این قابلیت‌ها جدیده و به نظرم سامسونگ توی عملکرد قلم بی‌رقیبه. خب این بود ویدیویی که راجع به قلم سامسونگ براتون ساختیم. امیدوارم دوستش داشته باشید و ما کلی انرژی و ذوق می‌گیریم وقتی که واسه ما نظر و کامنت می‌ذارید.